همراهان عزیز کلیپ شو سلام، امیدوارم سر حال و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های کلیپ شو همراه شما هستیم تا اوقات شاد و مفیدی را برای شما فراهم کنیم. در این برنامه می‌خواهیم به موضوع چرا پشت سر دیگران حرف می‌زنیم بپردازیم. لطفاً تا آخر ما رو همراهی کنید. راستی اگه اولین باری که یکی از ویدیوهای ما رو می‌بینین، قبل از شروع باید بهتون بگم خوش اومدید. و اینکه با کلیک کردن روی اون دکمه قرمز ما رو دنبال کنید و مطالب دیگه کانال کلیپ شو رو از دست ندید. همه ما کم و بیش پشت سر دیگران حرف میزنیم، اما کمتر کسی حاضر است اعتراف کند اهل غیبت کردن است. پژوهشگران میگویند حرف زدن پشت سر دیگران یک نیاز طبیعی است که حتی گاهی میتواند مفید باشد. من همکاری داشتم که هر وقت فرصت میکرد من را کنار میکشید تا پشت سر کسی که چند لحظه بیشتر اتاق را ترک کرده بود حرف بزند. همکار من یکی از آنهایی بود که شیفته غیبت کردن بود و من حس خوبی نسبت به او نداشتم. اما واقعیت این است که من هم پشت سر دیگران حرف میزنم. پژوهشگران میگویند 65 تا 90 درصد از کل گفتگوهای روزمره آدم‌ها درباره کسانی است که در جمع آنها حضور ندارند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که علاقه آدم‌ها به غیبت کردن با علاقه آنها به سکس و غذا رقابت می‌کند. اما در نهایت شمار کسانی که حاضرن اعتراف کنند غیبت می‌کنند بسیار اندک است. در اغلب فرهنگ ها غیبت کردن کاری غیر اخلاقی است که هدف آن تغییر دادن نظر دیگران علیه فردی است که در مورد او غیبت می شود. پژوهشگران هلندی تحقیقی در این زمینه انجام دادند و نتیجه تحقیق خود را با عنوان چرا آدم ها غیبت می کنند منتشر کردند. آنها می گویند غیبت کردن و بدگویی از دیگران رفتاری خودخواهانه تعبیر می شود. تصور می شود که فرد غیبت کننده نیتی بدخواهانه دارد و می خواهند با این کار بر افکار دیگران تأثیر گذارند و اعمال نفوذ کند. اما از قرار غیبت کردن خیلی هم کار بدی نیست. پشت سر دیگران حرف زدن نه تنها نیازی عمیقا انسانی است، بلکه کاری منطقی است. یان انگلمان، روانشناسی که در دانشگاه بروکلی کالیفرنیا در این باره تحقیق میکند، میگوید با غیبت کردن ما متوجه میشویم که چه کسی پتانسیل آن را دارد که شریک و همکار خوبی برای ما باشد و از چه کسی باید دور بمانیم. این واقعیت که چه کسی را باید در یک گروه پذیرفت و چه کسی را باید طرد کرد در طول تاریخ پرسشی حیاتی بوده است. اعضای یک گروه یا جامعه برای بقای خود باید از خطر خیانتکاران، فریبکاران و خودشیفتگان آگاهی می‌یافتند. در حقیقت آنچه ما عملی غیر اخلاقی می‌دانیم به ما کمک می‌کند تا درباره پذیرش افراد در جمع خود تصمیم بگیریم. نتیجه تحقیقات انگلمان نشان می‌دهد حتی کودکان خردسال هم در مورد هم بازی خودخواهی که نمی‌خواهند اسباب بازی‌هایشان را با دیگران تقسیم کنند به یکدیگر هشدار می‌دهند. بدگویی از دیگران نه تنها کمک می‌کند تا بد و خوب را از هم تشخیص دهیم و اعضای مناسب را به گروهمان راه دهیم، بلکه اعضای یک گروه را هم به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. رابطه اجتماعی دو نفر که سرهایشان را به هم نزدیک کردند و پچ پچ می‌کنند ناخودآگاه تقویت می‌شود. بیشتر آدم‌ها همزمان غیبت کردن نیت بدی ندارند. آنها دوست دارند اخبار جدید را با هم رد و بدل کنند و با هم خوش بگذرانند. اما نباید فراموش کرد که اعضای یک گروه هم پشت سر هم حرف می زنند. حتما فکر می کنید که این کار دیگر واقعا غیر اخلاقی است، اما پژوهشگران به این پرسش هم پاسخ منفی می دهند. آنها می گویند کسی که به نفع خود از قوانین حاکم بر یک گروه تخطی می کند باید حساب این را هم بکند که دیگران پشت سرش حرف می زنند. نگرانی ما از اینکه نقل محفل دوستان و آشنایانمان تبدیل شویم باعث می شود مراقب رفتارمان باشیم. کسی که با یک گروه همکاری نمی کند و ساز خود را می زند ممکن است از گروه رانده شود.
فکر میکنی در نهایت باید گفت که غیبت کردن به نفع انسان هاست و دلایل منطقی دارد؟ نه، ماجرا به این سادگی هم نیست. پژوهشگران معتقدند دلایل بسیاری وجود دارد که باعث می شود انسان ها به غیبت کردن روی بیاورند. ما از این را نه تنها اطلاعاتی به دست می آوریم که می توانند به دردمان بخورند، بلکه می توانیم بر دیگران اعمال نفوذ کنیم. ما وقتی درباره شخص سومی صحبت می کنیم بر نظر طرف صحبتمان تأثیر می گذاریم. البته برعکس این حال هم صادق است. وقتی طرف صحبت ما درباره این شخص بدگویی می کند، روی نظر ما تأثیر می گذارد. در نتیجه بسیاری از پیش‌داوری ها، شایعات یا آزار روحی یک فرد می تواند پیامد این بدگویی ها باشد. پس تعجبی ندارد که غیبت کردن از نظر ما کاری غیر اخلاقی است. یان انگلمان، پژوهشگری که در این زمینه تحقیق کرده، می گوید ما دوست نداریم دیگران غیبت کنند، چون فکر می‌کنیم آنها هم ممکن است درباره ما حرف بزنند. در این صورت کنترل از دستمان خارج می‌شود و نمی‌دانیم چه بر سر اسم و رسممان می‌آید. آیا واقعاً چون می‌ترسیم قربانی شویم، غیبت کردن را غیر اخلاقی می‌دانیم؟ من خاطرم هست که در مورد همکارم که شیفته غیبت کردن بود چه فکر می‌کردم. همیشه پیش خودم میگفتم اگر او درباره دیگران اینگونه حرف میزند، شاید به محض اینکه من هم از اتاق بیرون میروم، پشت سر من هم حرف میزند. شاید این تصور ناخوشایند بود که باعث میشد من تا حد امکان کاری نکنم که همکارم فرصت و انگیزه غیبت کردن در مورد من داشته باشد. و فکر میکنم دست کم در مورد تأثیری که غیبت کردن در تاریخ روانشناسی تکاملی انسان داشته صدق میکنند. خب، به پایان یکی دیگه از برنامه های کلیپ شو رسیدیم. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدواریم از دیدنش لذت برده باشید و براتون جالب و سودمند باشه. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو راجع به این ویدیو بنویسید. و برای اینکه بتوانیم برنامه‌های بهتری برای شما تهیه کنیم، ما رو سابسکرایب کنید و کلیپ شو رو برای دوستانتون معرفی کنید. پاینده باشید.